چیه؟ چطوری؟ مستت آره؟ بیا یه صحبتو بخور. بابا کجا؟ مراسم جلاله. من که دیشب بهتون گفتم با تو میام. گفتم شاید تو رو درواسی منه که میخوای بیایی. درواسی چیه قربونتون هم؟ نمیذارم تنها بریم که. اگه امیر جلال الدین شعله واسه شما، جلاله واسه ما استاد شعله است. دو دقیقه یلا میام. پس زود بیا. آراستی بابا، ترکیه خبرنگار جمهوریت آزاد کرد. هنوز بیدار نشده، سرت تو گوشیده. بابا این مهم. دو دقیقه. بله، برداشتم. زود بیا، معطل نکن. امیر جلال‌الدین دیروز نمرده. سکته قلبی هم باعث مرگش نشده. جلالم مثل من، مثل همین استاد طاهری که اینجا ایستاده، مثل همه بزرگترها، خیلی وقته که دیگه زنده نیست. جلال الدین روزی مرد که دیگه نتونست بنویسه، روزی که قلمش از دستش گرفتن. ما به جلال مدیونیم، جامعه ژورنالیستای ایران بهش مدیونن. سایه دستش یه روزی روی همه مطالبی که ما نوشتیم افتاده. من نیومدم شعار بدم. جلال نمرد، سوخت، آب شد. اما میخوام بگم این ظلمه که بشینیم و سوختن و آب شدن جلال رو ببینیم. من معذرت. از آقای ابراهیمی ممنون. بابا چی شد؟ بابا یه بار افتادی؟ بریم خونه، ما حالم خوش نیست. امیرعلی کجا با این عجله؟ جمعیت زیاد حالمو خراب میکنه. یه لحظه صرف کار کرد. ببخشید. تو که لالایی بلدی، چرا خوابت میبره؟ لالایی چی؟ مداره که عزیز لایی رو ترشی انداختی. این همه سال گذشته از ماجرا، یارو دوباره رو اومده. انگار نه انگار این همه کثافت کاری کرده. زندگی تو داری محتیکه با آتیش کشید. دوره ما دیگه تمام شد. مداره که منم دیگه محکم پسند نیست، جورنال پسند. مداره که جورنال پسند نه، فقط خودمونو معاکر میکنم. من به اندازه کافی چپقم چاق شده قبلن. تو هم بهتری دنبال یه سری جوان بگردی که دنبال اسم و رسم و پول و ثروت و سمت باشن. زنده موندن هم دیگه از بیکفنی. از بیکفنی هم اگه از زندهی بنویس و رو کن ماجرا رو، تا مثل این جلالی بدبخت بیکفن نمونی. سمت خونه؟ بله پدر جان. خودش بود نه؟ کی خودش بود؟ همون که در رفتین از دستش. در رفتن؟ مینو بود نه؟
دیدمش لای جمعیت. این مگه نرفته بود خارج؟ همینجا نگردم، میخوام پیادشم، میخوام یکم هوا بخورم. تو این بارون میرسونم از اون بابا جمعیت. کفشاتو در نه، خودم برات میارمش. چه سرسنگی. به خدا اگه برم غم میمونم و دلتون در بیارم. از تو چیزی تو دل من نمیمونه، خودت هم میدونی. برو سر کارت. واقعا چی شد؟ برگشت چی شد؟ بازی آب ول شد که باز این هر شد آب را افتاد. ای بابا جون، توقع داری خودش خود با خود درسته؟ میگم محمد آقا بیاد درستش کنه. محمد آقا کیه بابا جون؟ آچار کجا؟ چه میدونم، آچار رو تو این برون برون میکنی. یه نمیدونیم کجا محمد آقا. دو سال قراره، دو سال میگی میخواد محمد آقا بیاد. محمد آقا اصلا وجود وجود خارجی داره که بخواد بیاد بابا جون؟ حالا خارجی داره یا نداره پدر جان، بالاخره بعد این لوله درست بشه دیگه. مواظب باش دستمالت نبری. خونه رو سرمون خراب نشه صلوات. نگاه چه کسافت. بیا برو خودتو خوش کن. سلام حبیبت. سلام. سلام. بله بله فکر کن. خدا تیکه میخواد به من حق و سکوت دوزاری بده. کجایی تو؟ الان وقت اومدنه؟ بابا رو برده بودم مراسم آقای شعله، دیگه تا بیام دیر شد. شعله خوندم خبرشو تفلک. یه ستونی چیزی بنویس صفحه آخر کار کنیم یه یادی ازش بشه. میومدی بد نبودا. ببین الان که میخوایم دو سه تا کار حسابی بکنیم، درست نیست قاطی این روشن فکر رو بشیم. بعدم یارو 15 سال بود یه خطم ننوشته. تاها به خدا گاهی ازت میترسم. دروغ میگم مگه؟ اون نسلا یه خورده فضا باز شد، یه جوری عقده گشایی کردن و یه حرفایی نوشتن که هنوز بابتش نسل ما زمین گیره. همین بابات ای دادار دودور رو انداخت. نمیدونم این هفته رو میکنم، اون ما فاش میکنم، آخرش چی شد؟ رفته نشسته کنج خونش، عوضش عزیز اللهی داره راست راست واس خودش میگرده. یه کاری کرده که الان به معاون عزیز اللهی نمیتونی بگی چونم زیر بغلت پاره است. تا اصلا تو چه میدونی پدر من چی گذشته؟ به اون نسل چی گذشته؟ مگه اونا میدونن به نسل ما چی داره میگذره؟ چی کار کردی تو؟ یه ردی زدم از زن سابقه یارو. یه واسطه ای هست قراره باش تماس بگیره. اه چه خوب، اگه دختر حرف بزنه که همه چی عالی میشه. این قیاسی داره تیم جمع میکنه بره واسه انتخابات مجلس. اینطوری آچمز میشه، پود میشه. الو. الو سلام. سلام. بفرمایید. جناب آقای ابراهیمی، خودتون هستین؟
بله خودم هستم. بعد موقعی که مزاحمتون نشدم خوب هستین قربان؟ سلامت باشین. من از خبرگزاری بانی آفتاب مزاحمتون میشم استاد. ببخشید فرمودید خبرگزاری چی؟ بانی آفتاب. در مورد آقای شعله میخواستم با تو مصاحبه کنم. نه خیر بنده حرفی ندارم. آخه شما بهترین دوست استاد شعله بود. میخواستید وقتی زنده بود سراغشو بگیرید نه الان. عرض کردم بنده درباره آقای شعله حرفی ندارم. مرمت شما زیاد. شدند و امروز چهار گروه ویژه در واقع تشکیل شد با حضور نماینده دایی جو سلام خبر رو شنیدیم؟ آره شنیدم چه خبر؟ خدا رو شکر سالمه مثل که هتل بوده مردم و زنده شدم دیگه نگران نباشید شده چند شب دیگه تهران خیلی خوب اومدنشو بهم بگو میخوام میام فرودگاه نمیخواد دایی شما زحمت نکشید زحمت نیست وظیفه است بهم خبر بده پس با هم هماهنگ میکنیم میام دنبالت خداحافظ بابا سلام چرا تو تاریکی نشستی؟ چیزی شده؟ سلام پدر جان فلسفه این موبایل چیه وقتی جواب آدمو نمیدی؟ آخ یادم رفت خدا از صبح تو کیفم وقت نکردم برم نگاش کنم نگرانم شدی نه؟ خبرهای منا رو شنیدی؟ آره اونو شنیدم عجب فاجعه‌ای بود بدبخت ها چند تا خانواده الان عزا دارن نگران عمت نشدی؟ بای اصلا عمه یادم رفته بود بابا خبر دارین ازش حرف زدین؟ کجایی سارا؟ تو خودت از خودت خبر داری؟ از عمه خبر دارین سالمه؟ اینو بگی بله سالمه با سعید حرف زده سعیدم شاکی بود توی این مدت حتی یه تلفن بهش نزدی بابا سعید چی میگه اصلا؟ انقدر درگیر و گرفتار این پرونده سارا. ریاسی هم. باب خود اگه یه مؤثر عمه کم میشد دق میکردم باور کنی حالا عمتم نه بقیه چی؟ آدم نیستم مهم نیستم بابا من کی گفتم آدم نیستن مهم نیستم چرا عذاب وجدان میدین؟ من فقط گفتم گرفتار بودم همین دستپخت خورشید خانم به به همون آش و همون کاسه کی اومدی؟ چند روزی میشه دلم خیلی هوا تو کرده بود امان از این دل همینجوری علا بختکی اومدم مطمئن نبودم هنوز تو این خونه باشه دعوتم نمی کنی بیام تو؟ آه. چرا بیا تو خوبه همینجا خیلی نمیمونم
انگا هیچی عوض نشده. همون خونه، همون حیات، همون ظرف شکرپنی، همون آش، همون کاسه. بیرونش آینه، داخلش ترک خورده. این شکرپنی را مال چهار سیروس نیست، قند خالیه. سارا بود تو مراسم؟ چه خوشگل شده، شبیه مامانشه. آره بزرگ میشن دیگه. دو روز تموم با خودم کلنجار رفتم که بیام پیشت یا نه. تو مراسم منو دیدی در رفت، نمیخواستی منو ببینی؟ نمیدونم. من میدونم نمیخواستی. من برات بی درد سر میدم. زخمیم، زخمم هنوز درد داره، اگر نه این زندگی. یک کپارد بیخته و یدک آویخته. ترس از درد سر ندارم. تو یعنی قدیما، قدیما یعنی نبش قبر، بوی مرگ میده. چرا یه دستی نمیکشی به سر روی این خونه؟ دیگه مثل قدیما زنده نیست، تازه شده مثل صاحبش. چرا هیچ کاری نمی کنی؟ چرا این همه سال هیچ کاری نکردی؟ نشستی اینجا منتظر اسرائیل که چی بشه ها؟ تقاص عمر سوختمونو کی میده امیرعلی؟ از دار دنیا فقط یه سارا برام مونده. یه بار زنی رو که خیلی دوست داشتم شد گرویی که حرف زیادی نزنم. دلم نمیخواد یه زن دیگه وارد این بازی بشه. زمونه عوض شده. من نترسیدم، خودت بیشتر. گفتن یه پرونده فساد اخلاقی درست میکنم برات و برام. چیزی نگفتم، نترسیدم. تو باید وای میستادی، میزدی به سیم آخر. فوقش حرفایی که پشتمون بود بلند بلند میگفتن همه جا، قصه‌مونو چاپ میکردن تو روزنامه ها. من فقط گفتم بله، من به آقای ابراهیمی علاقه دارم، ایشون اما به خاطر دخترش. باز رفتی سراغ نبش قبر. آخ تو منو مقصر میدونی؟ نه، کی گفته؟ ده بی وجدان، وقتی آزاد شدم حتی یه بارم بهم زنگ نزدی، جواب تلفنامو ندادی. اصلا اونا هیچی، این همه سال اصلا نگفتی من مردم زندم. تو اون سوئیس خراب شده دارم چه غلطی میکنم ها؟ چی اومده به سرم؟ عاشق وقت عافیت به درد نمیخوره که، بعد این همه بگیر و ببند. یه دونه از اون نامه های خیس از اشکت نرسید به دست تمام تمام زندگی من؟ چون تمام تمام زندگی من نامه های خیس از اشک و داد تحویل آقایون که بشه مدرک واسه خفه کردنم. اون نامه ها رو تو تفتیش خونه برداشته. کی خواست خفشی؟ من حرفی زدم؟ امیرعلی، امیرعلی، بیشتر از این که سوزوندی دیگه نسوزون منو. پا می شدی وای می استادی می گفتی بله من عاشقم، دیوانم، دلباختم. این هیچ ربطی به پرونده عزیز اللهی نداره، هیچ ربطی به نف نداره، به راندخاری گادفادران نداره. چی می شد مگه؟ منو کردی بهونه بی جربوزگیت. منو نگاه گیرم که رسفات می کردم. چی می شد مگه ها؟ خلاف شهر کرده بودی، متأهل بودی. چون بهت دروغ گفته بودم. شیما از ایران رفته بود، ولی طلاق رسمی نگرفته بودیم. بازم برات بگم، وایسا هم تو وایسا، از همونجا نگاه کن. یه دو اضافه شده به اول شماره خونه ماما اینا. خواستی تکونی بخوری خبرم کن. من زیاد اینجا نمیدنم الاته اگه برای کنم، اگه هم نکه
سید مرغ بسته میزنی سنگ بر شکسته خسته دلون یک سر در خون نشست. خاطر خسته دلون را چه شعله قلمکار سر پای استاد. گرمش کن ما هم بخوریم. در همسایه نظری پس نداشتیم. نظری نیست. بقیه چیزای ندیده. دست به ساز شدین استاد. نکنه اولیا مخدره تشریف آورده بودن. منو نگاه کنی. آره بابا. راش دادین تو؟ خودشون تشریف آوردن یا شما دعوتشون کردین؟ باید به تو جواب پس بدم. آره بابا این دفعه باید به من جواب پس بدین. باید جواب پس بدین. خودتون میدونین زن کابوس منه. خودتون میدونین زن زندگی ما رو کرده مثل قبرستون. چند ساله بابا دست به قلم نشدین؟ کی بود فروختتون؟ یادتون رفت؟ کی بود باعث شد مادر من برای همیشه این مملکت رو ول کنه بره؟ رفتن مادرت هیچ ربطی به مینو نداره، اینو خودت هم میدونی. آره میدونم، برای اینکه شما یه عمر تو گوش من خوندین مادرت از اول هوایی بوده. یه عمر بابا تو گوش من خوندین. فکر میکنی من بچه‌ام؟ فکر میکنی 4 سالمه؟ فکر میکنی خرم؟ بابا همه میدونن بین شما و اون خانم چه داستانی گذشته. همه میدونن. همه غلط میکنن با تو. سلام تورج خان. با کجایی شیخ؟ رحم پیدایی؟ ممنونم. سفارشات حاضره. سالم سالم، تر و تمیز. بفرم. البته محض کتاب نیومدم، میبرم کتاب. آه، مست و شفته به خلوتگه راز آمده ای. خیره؟ شاید باورت نشه دنبال چی میگردم. این دوره بر چینی بنزن سراغ نداری؟ آخ پس تو هم بخیه لازم شدی. مرد حسابی چینی بنزن کجا بود دیگه تو این دور زمونه؟ هر جا بری پلاستیک، هر جا بری ملاوی. چیه ماجرا؟ امانتی بود افتاد شکست. قدیمیه، صاحبش دل بستشه. صاحبش دل بستشه یا تو دل بسته صاحبشی؟ بنزن هم پیدا بکنی به فرض محال مثل اولش که نمیشه. چینی بنزن در ریخ میفته، بعد بری یه نوشو پیدا. این همه ترک خوردی تو زندگی، اینو نفهمیدی؟ مگه نوش پیدا میشه؟ نوش که نیست، کنه یه سالمش شاید پیدا بشه. میری من اون چهری یه دکونه در به دومو هست، اسمش جاکوبه. بگو رفیق تورج هم دولا پنه باید حساب نکنه. نداشتم گیر میره از یه جا. کتاباتو نمیبری؟ آب اساتو آب دو خیار رو برای کنی، نهار برمیگردم پیشه. یا احمد زیاد بله خودشه. چقدر باید تقدیم کنم آقای جاکو؟ جنس قدیمی که قیمت نداره. اگه بگم 100,000 تومن دروغ نگفت. اگه بگم 200,000 تومن بازم دروغ نگفت. آخرش؟ آخری نبره. تو زدی جنس مردم هم پرو کردی، بعد خسارتش بدی. حالا هر چقدر خودت. آخه من که از مزن و قیمت خبری ندارم. به ما که رسیدی. مزن و قیمت نداری. قبلا اقتصاد مملکت دست تو بود.
میگم آقا ابراهیمی ماشه دا پیری شدی ها میاد تاکسه تو روزنامه انداخته بودن ماهی سیاسی بیل دوبلسی ماهی فرفری آدمی زاده دیگه کهنه میشه آره جنس های مغازه ما کهنه میشه قیمت پیده بکنم ولی تو نه همتی هشتاد میگیرم غیر از تو هر کی بود دیز هم نمیدونم ولی یه قیمتی بده که صداقت ما روش باشه این هم 100 تومن خدمت شما خب نفرمودی بالاخره اوضاع چجوری هست همه جوره خراب ولی رنگ رخسارت یه چیز دیگه ای میگه چیه ماجرا؟ پاولوف شدی رفتار شناسی میکنی تو این سگ پاولوف شرطی هستی من از نگاهت هم میفهمم حال و احوالت چجوری هست تورج مینو برگشته مرگ من؟ اومده سراغه؟ آره این کاسه مالمونه خب خب ایچی یعنی چی ایچی؟ چی کار کنم؟ همچین مواقع میدونی اریکسون چی میگه؟ میگه آدم سالم اونیه که بتونه کار بکنه و عشق ببرزه امیرعلی عشق آخه نه دیگه عشق ورزیدن از من برمیاد نه کار کردنش اریکسون هم نفسش از جای گرم بلند میشده بس کن امیرعلی مردشو این یأس فلسفی رو ببرن من نمیدونم کدوم پدر سوخته ای تو مخ روشنفکرای ایرانی کرده این فیگور شیک کیه به خدا دیگه دوره بوفکور نیست به جوانای دور و برت نگاه کن دختر خودتو ببین نمیدونن به کی و چی امیدوارن کار میکنن پرگماتیسم این ویروس همه جا تکثیر شده دوره این رفاقت‌های عبدالخیاری گذشته گذشت اون وقتایی که می تپیدیم زیر کرسی و هی رژی دبره می خوندیم هی هم لحاف رو می کشیدیم بالای سرمون سرمون بره زیر لحاف این همه عقده ها تو تلمبار کردی چرا نمی ترکی مرد؟ به ترکم که ترکشش همه دوروریامو نابود کنه مگه دوروورت دیگه کسی هم مونده؟ مگه اصلا گذشتی کسی بمونه؟ یه وقتی ظرفیتامون چند جلدی بود حالا شده دو ورقی بیا بشین عبدالخیارتو بخور اشتهامو کور کردی زهر مارم شد واسه خاطر اینه که لقمه هاتو با دروغ میدی پایین قربونت برم حرف راست برات سوء هاضمه میاره بله شما درست میگی اصلا شما وریتاسی من حادث خداحافظ خانم منصوری سلام سلام ابراهیمی هستم با تو صحبت کردم خوش اومد مرسی خیلی ممنون گر هر چیزی که به این مرتی که رب داره واسه نازل شده عجله دارم زود اومدم میدونم ببخش چرمنده زود میرم چند دقیقه بیشتر وقتتون بدم بفرمه خیلی ممنون مرسی چه خونه زیبایی خونه پدرمه بفرمه بفرمه اینجا باغ و زمین کشاورزی داریم دیگه بعد همون اتفاقا گفتم بیام یه جایی که آدم ها دور باشم دیگه شما انقدر اصرار کردی یه جورایی راضی شدم الان دارم نگاهتون میکنم ماشالله ماشالله شما خیلی جوانی برا روی داری خوشگلی منی که میبینی دیگه آب از سرم گذشته
به آخر عاقبتش فکر کردی؟ قیاسی رو شما نمیشناسی یا؟ نگران من نباش خانم منصوری. من 4-5 سال خبرنگارم، اصلا دنبال یک موقعیتی بودم بتونم یه کاری کنم بگم این کار مفیده. شما این موقعیت رو به من دادی، خیلی ممنونم ازت. اوه، انقدر این قیاسی آشنا داره، تو این روزنامه ها، دادگستری، دولت، هرچی من بیام بگم میاد تکذیب میکنه. از کی حرف منو باور میکنه؟ ببین خانم منصوری عزیز، اگه قرار باشه 1% شما ناراحت بشی، به ترسی یا هر چیزی، من همین الان اینجا رو ترک میکنم. ولی باور کن کار قیاسی داره بالا میگیره، میخواد بره مجلس. این یعنی تنها کسی که میتونه کمک کنه، کسی که از روابطش، رفت و اومداش، زد و بنداش، فسخ و فجورش خبر داره شمایی. اجازه بده که کمک کنیم این اتفاق نیفته. روشنش کنم؟ بفرمایید. گفتین که اون 700 میلیونی که آقای قیاسی وام گرفتن، سند زمین شما رو گرو گذاشتن، درسته؟ بله. اصلا سند اون زمین پشت قباله عقد من بود. فرقی نمیکنه، سند مال شماست، یعنی زمین متعلق به شماست. بله. قیاسی اومد که این وامو بگیره، گفت ولی به نام تو بگیره. منو راضی کرد که این کارو انجام بدیم. منم راضی شدم. بعد یه مدت این اقصادشو پرداخت نکرد. آخرش احضاریه اومد، منو بازداشت کردن، منو بردن. بعدش که برگشتم دیدم زد و بند کرده با این محضردار و دادگستری، اینو منو طلاق غیابی داده. اومدم بیرون، پیداش کردم، رفتم در خونش با زن دومش، رفتم اونجا التماس کردم، خواهش کردم، نمیدونی چی جوری خفتم دادن دوتایی. بعدش هم که این بادیگارداش ریختن، نه این بلایی که سر من آوردن، با پنجه بوکس انقدر زدن تو دل و روده من. پلیس اومد، بگیر ببر، گفتن چی این تجاوز کردی به حریم خصوصی، اگه خیلی شکایت داری برو شکایت کن بابت این کوفتگی ها و شکستگی ها. و من دیگه به چه دردم میخوره خانم؟ بچه ما ازم گرفتن، انا نمیذارم من بچه رو ببینم. شده بابا؟ سارا؟ چیه پدر جان؟ تصادف کردی؟ بعد کردن ما
یه دقیقه تحمل کن پدر جان. یه دقیقه تحمل کن. بعد تو یه خبر دادی؟ موبایلم بردم. انقدر ترسیده بودم فقط میخواستم بیام پیش شما. تو تای خطش رفته بودی که اینجوری ناکارت کردن. این کبودی و زخم جای تهدید نیست. جای ترسه. ترس از گفتن حقیقت. چه فایده بابا؟ همه مدارکو بردن. دیگه اون خانم نمیاد مصاحبه کنه. بدون چه بلای سرم آوردن جرأت نمیکنه. چی ندارم. بعید نیست قیاسی تا حالا خدمت اونم رسیده باشه. بیچاره. ولی تو نباید تنها میرفتی دخترم. باید اون پسر یه نفر همراهت میفرستاد. بابا از کجا میدونستیم بلا رو سر من میارن؟ تو اولین پرونده نابودم کردم. تو اولین کارم. گریه کن دخترم. گریه کن. من این درد رو خیلی خوب میشناسم. این درد هیچ وقت خوب نمیشه. میزنه تو قلب آدم. اون وقت میشینی به خودت فکر میکنی که چرا اینجوریه؟ چرا دنیا طرف حرف راست نیست؟ چرا همش ما ببازیم؟ اون وقت میفته تو سرت، هی میچرخه میچرخه. دلت آتیش میگیره. اون وقت نفرت عین سرطان تو تنت پخش میشه. دیشب زدم تو صورتت. یه جایی دوروبر همین زخمات. میدونم از من مکدری، دلچرکینی. به حکم پدری باید بگم پات از این ماجرا بکش بیرون. باید بگم سلامتیت برای من از همه چی مهمتره. باید بگم نفسم بهت بنده. و اگه بلایی سرت بیاد کار منم تمومه. اما اینا رو بهت نمیگم. میخوام بهت بگم دیگه تا تهش برو سارا. اگه ماجراش تمیزه تا تهش برو. اگرم تمیز نیست تا همینجاشم بی خودی رفتی. اما نذار جای این مشتا روی روح و روانت بمونه. الانم پاشو لباس نوست کن. سلام دایی جون. سلام دایی جون. حالت چطوره؟ خوش اومدی. ببخشی من زود اومدم. بیا تا شب خیلی وقته. خوش اومدی. مخلصیم. یه چایی برات بریزم. نه دایی قربون دستت. سارا کجاست؟ الان صداش میکنم. سارا. سعید اومده پدر جان. بشین دایی. سلام.
خودت چیکار کردی سارا؟ دوز زد به هم. دوز به کیف میزنه، به ماشین میزنه. مگه خودتو میخواست ببره؟ چرا زودتر به من نگفتی؟ حالا هم نمیمدم نمیفهمیدم دیگه. یه نده به خدا، نه حال دارم نه حاصل سه. بگو چی شده؟ گفتم بهت، گفتم، دوز زد به. رفته بودم برای پرونده خبری مصاحبه بگیرم، بعد طرف آدم فرستاد زدنم، ضبط و موبایل و همه چیم آورده. تا خودتو به کشتن ندی دست از این کار مزخرف بر نمیداری نه؟ حالا خوبه بیریختت کرده؟ درد میکنه؟ تو فکر میکنی با این کارو خیلی قهرمانی؟ گردن گلفتی؟ من کف بازارم. یا آدم های میانه میرن که دیگه صد تا مثل تو براشون پول خورده. برای چی اینقدر کلت باد داره؟ بفرمایین بازار، آقای بازاری. اصلا کی گفته شما منو راهنمایی کنین؟ کی به شما گفته نصیحت کنی ها؟ سعید ایشالا یه روزی دیه ای صد تا مثل ما هم واسه تو پول خورد شه. هرچی پرت و پلا میگی؟ پرت و پلا نمیگم، تو داری مزخرف میگی. باز بکنم. خرابه. سلام قربان. سلام بفرمایید. سارا خانم هستن؟ جناب علی. من عطایی هستم، همکارشون توی روزنامه. خانم ابراهیمی با شما کار دارن. اومدم. بی شرف ها، من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر جدی باشه. حالا هم نمی اومدی؟ خب افتاده بودم دنبال کارا دیگه. من زنگ زدم به حاجی پریزگار، خب؟ که پیگیری کنه ماجرا رو، حداقل بتونیم ثابت کنیم کار قیاسی بوده. فایده نداره که اگه میدونست گیر میفته که اینجوری ریسک نمیکردی. نمیایی تو؟ نه، باید برم، کار دارم، اما یه فکر معرکه دارم. نیما رو بردم چند تا عکس ازت بگیره. عکس واسه حالا بهت میگم. آقا با اجازه ببخشید. نیما جون بود. چی میگی؟ آخه با این قیافه که عکس کار دارم دیگه. یه دقیقه بهت میگم بیا. پسری کیه پدر کشتگی داره با ما؟ پسر امانه دیگه. سعید خبر سلامتی بده کلی نگران شد. قسمت ما هم که این موقع بریم پچیم خدا رو که اصلا نقشت دیدم، اخبار دیدم. چه شده امی؟ چه بیا بریم. دریغ از یه نسیم چه میوه گندیده میاد. چه خبر از خاک و خل تو این خونه. نگاه کن نگاه کن، شده آشغال دونی، خاک رو به دونی. خب بابا میگفتی یکی میامد اینجا رو یه جارو میزد، یه نظافت میکرد، یه کاری میکرد. آخه این چه وضعشه میبینی؟ آخه نگاه کن چه خبره. شما بشین هاشون، انقدر برس بابا این خونت خونه رو ببین سعید، برو یه کم میوه اینا بخر برای شام هم یه فکری بکن، یه چیزی درست کن. بشین آج خانم، شما بشین. باشه چشم، اینا رو ببر، ببر زود باش، عجله کن. خب آج خانم، حالا تعریف کن ببینیم. رفتی سبک شدی، آروم شدی؟ آروم که شدم، اما سبک نه. خون به جگرم شد این دو سه روز. از یه طرف دلنگران شما بودم، دلنگران تو، سارا، سعید. مثل اینکه بیراه هم نبود این دلنگرانی. این از سارا، این هم از تو که چشات میگه چیزیه، این هم از این پسر سعید که عشق خورش کرده. البته سعید جوش بی خود میزنه، سارا به دردش نمیخوره. چرا تعارف میکنی؟ تابش میدی حرفو؟
یه باره که بگو سعید لیاقت سارا رو نداره. حرف تو دهنم هم میذاری؟ به همون حجی که رفتم قسم میخورم تای دلت همینو میگه. من نمیگم اینا به هم میان، ولی دلت نیست دخترت رضایت بده. آش خانم، سعید مثل پسرم هم میمونه، خودت که میدونی چقدر دوستش دارم. بلم کن بابا، فیلم هندی واسه هم بازی میکنی. اصلا جوون ها خودشون میدونن چی کار بکنن، به ما چه مربوطه؟ تو به من بگو چه تکه چشات مگس پرون شده. مینو اومده. خدا عاقبتمونو به خیر کنه. فقط اومده ایران یا اومده سراغ تو؟ هر دوش. آها خلوت کردی خورم سلطان؟ هزار دفعه بهت گفتم به من نگو خورم سلطان. تو هم بعد آنوید نصیب ما میشه، خوشبش و عکس گرفتنت نصیب از ما بهترون. واسده بودی زاخسی هم من چوب میزدی نه؟ اون که نمیشناختمش، سرک کشیدم دوباره فکتو نگیرم. الان برفرزم فک منو بیارم پایین. به تو چون از؟ دل نمیکنی. سارا اینقدر من رو نچه گفتن نداره، من برات میمیرم. این حرفا الان دیگه مود نیست، ولی من به غیر از تو هیچ زنی به چشم نمیاد. هر دفعه میبینم اینو گفت بار اوله. سعید جان ببین، ما با هم بزرگ شدیم، با هم هم بازی بودیم، با هم درس خوندیم. بالاخره یه جایی را آدم ها از هم جدا میشه دیگه. تو مثل برادر من میمونی. به امام حسین نمیتونم. نه که نخوام، ولی نمیتونم. من هر کاری کردم به خاطر تو بوده. درس که درست حسابی نخوندم. انداختم تو خط کاسبی پول در بیارم، یه خونه حسابی، یه ماشین درست درمون. یه زندگی که تو دوست داری جمع جور کنم. من این چیزا رو اصلا دوست ندارم. اصلا این چیزا برای من مهم نیست. من کارم دغدغمه که تو اصلا قبولش نداری. نمیشه اینجوری. خب این کارتو مگه چقدر درآمد داری که حاضری خودتو به کشتن بدی؟ بابات به کجا رسید؟ ببین همه چی حساب کتاب، جمع و تفریق. سارا به خدا منم آدم عاشقی حالیمه، محبت میتونم بکنم. کی گفت عاشقی بلد نیستی سعید؟ من میگم رویاهای آدم ها با هم فرق میکنه. همین، من زندگی فقط تو رو میخوام. کاش آرزوت بزرگتر بود. چه فرق میکنه وقتی تو نباشی؟ فرقش اینه که وقتی که برآورده شه به خودت میگی میارزید، اگه نیارزه بد جوری مدیون خودت میشی سعید. من با تو خوشبختم. این حرفت بچگان است. سارا، سارا تو رو عزیز عباس من رو پس نزن، من جونم نمیکشه. سعید چرا اینجوری میکنی؟ چرا خول بازی در میاری؟ بابا بعد مهمون داری. Thank you.
چیه؟ رام خوابت نمیبره؟ چقدر این صحنه برام آشنا؟ کدوم صحنه؟ همین که پشت شیشه این مغازه وایسدی منتظر کسی، به جای این بارون برف میومد. سالشو یادم نیست ولی کل تهران رابندون بود، برف همه رو غافلگیر کرده بود. 3 ساعت تمام همینطور یلنگ پا وایسدی پشت این شیشه تا برسید. ایم دم به دقیقه زیر لب میخوندی نه؟ این برف را سر بازی ایستادن نی؟ آره یادم. بعدیش اینه که همه چی خوب یادم. گاهی اوقات فراموشی از همه چی بهتره. سلام. خوش آمدی دوشت. عمو تورج سلام. در رو ببن، در رو ببن. آمدی به که چه مشتاق و پریشان بودی. انگار نه انگار که این همه سال گذشته. تکون نخوردی؟ در عوض شما پیر شدی. من نه، همون پخیام که بودم این پیر شده. گفتی بهتر این استاد؟ الان دیگه بهتر. کافیت داری تو؟ من میرم یه دوری میزنم برگردم، شما یه دست دل و قلبه داد ستت کنی تا برگردم نهارم میگیرم. نه ما بریم یه تفرجی کنیم بهتر. باران عاشقانه و یاد ایام. بس ببین یه نهار خوشمزه به این دوشس بده. اینا فرنگی هن و جذابیت های تروسی تهران رو میشنشونه. بریم خدا. خدافز. سنگ بر شده درشت آمد بزرگ درشت بله چه مثل نقش جمع کجا بریم غذا بکنیم؟ هر جا، یه جا همین اطراف چلو کباب بزنیم با دیزی. با دیزی سپریم؟ قشنگه. دوست داریم؟ بله. اصلا میگم بریم یه جای خلوت اینجا خیلی شده. به اندازه کافی خلوت داشتیم. من جورنالیست خوب اونه که کف اجتماع زندگی کنه. من که فعلا شغلمو خانه داریم. خانه‌دار خوبم اونه که یه خورده بذاره کلش هوا بخوره. شما کمبود اکسیژن داری استاد، از رنگ و رخت پیداست. سر درونم چی؟ دست در نکنم. اه؟ من سلام خوشم. ممنون. به به دست شما در نکنم. برماشتگی نداری؟ ممنون از بهت. عوض شده این شهر. آره همه اینجور وقتا میرم یه جای خوش آب و هوا. ما اومدیم توی چهار دیواری. یه چیزی بگو دلم گرم شه لااقل. از خودم میترسم. این همه حرف زدم، مکتوب و شفاهی، چی کار کردم برات؟ برای این مملکت وای میزنی تو. این همه آدم حسابی کنارت یاد گرفتن، این همه مطلب مقاله خوب نوشتی. چته تو امیرعلی؟ خب اگه اینقدر میترسی برای چی گفتی من بیام پیشت؟ خب منم دین دارم لعنتی. باریکلا خوشم اومد. نصف روز کل تهران رو گشتیم تا بالاخره یخ استاد باز شد. حالا شما که دل داری الان دلت چی میخواد بگه؟ فعلا که دلم خط خون گرفته. نگرفته عزیزم، مادرزادیه. اون وقتی که باید میترکید نترکید، وگرنه
وگرنه من اینطوری آواره نمی‌شدم. غذا تو کن. ناقابله، تو مایه های همون چیزایی که قدیما میخوندی. فلاچی دیگه دموده شده این روزا. تو فرنگو نمیدونم، ولی اینجا همه کوک شدن، لیبرال. لیبرال هم یعنی کسی که موضع نداره. اگه خبر بدن صدام نمرده بوده و الان تو هتل رامسره، بازم خونسردی شه. خیلی خوب. به حال که شرمندم کردی، ممنون ازت. استاد، روز بسیار خوبی بود. بذار برسونم. خیلی ممنون، خودم در بس میگیرم. اصلا تعارف نمی کنم. فعلا. سب کن. از خورشید خانم تشکر کن. بهش بگو تو هستیم یا میبینیمش. خیلی اینجا نمیمونم، چند روز دیگه پروازمه. اما تورج واقعا امیدوارم قبل رفتن دوباره بتونم ببینمتون. اوغواق. اوغواق موسیو. خوش باشی دوشس. تا بعد. میگم این کاسه اون کاسه نیست. اصله ها ولی اون کاسه نیست. گفتم نگه یه موقع مینو خرف شده ایچی حالش نیست. والا. سلام بابا جان. سلام پدر جان. خسته نباشی. مرسی قربونتون برم، زخ کردم حوضا دیدم. بازم غافلگیرم کردین نه؟ برگمه. خبریه؟ سیما آخر. میخوام دوباره بنویسم سارا. میخوام برگردم. میخوام پته عزیزاللهی رو بریزم رو آب. من امیرعلی ابراهیمی به خانم برگشتم تا تمام کنم کار ناتمام را. تا جار بزنم به عوض سکوت این چند ساله. گفتن اینجا یعنی رسوایی آقایان، بازگشایی پرونده مهندس عزیزاللهی، مدیر ارشدی که قرارداد چند میلیاردیش به یک شرکت مرموز کانادایی ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد این مملکت زد، ضربه‌ای که ترکی عمیق بر پیکر اقتصاد این سرزمین نشاند که به دست هیچ چینی بنزنی قابل ترمیم نیست. میتونیم بعد از عزیزاللهی بریم سراغ موضوعی بروزتر. امثال عزیزاللهی این روزا کم نیستن. همیشه گفتن گذشته چراغ راه آینده است. ما هم از گذشته شروع میکنیم، میرسیم به حال. سلام. سلام بفرمایید. ببخشی با خانم ابراهیمی کار داشتم. بریم قسمت تحریریه میزشون اونجاست. شاگر.
تلاش رو تمام کنیم. برداشتین ولی یعنی حتی سرمیه رو خریدی قشنگ. خریدیم آره دیگه معلومه که خرید. ای عمه سلام. سلام. بد موقع بی خبر اومدم. آره نگو این حرفا چه. آقای عطایی سردبیرمون عمه من. سلام علیکم. مزاحم شدم؟ نه خانم مزاحم چیه، مراهمی. خیلی خوش اومدید. من رفع زحمت میکنم، شما بفرمایید بشین. تشریف داشتین. نه خواهش میکنم. آقا مصطفی چه کردی عزیزم؟ ببخشید گفتم دست خالی نیومده باشم. این همه سال اینجا نیومده بودیم. یهو اتفاقی افتاده؟ آدرس رو از تو روزنامه برداشتم. اتفاقی افتاده، اومدم یکم بزنیم تو سر کول هم دیگه ببینیم به کجا میرسیم. بابت چی؟ همچین خودتو به خریت میزنی انگار هم دیگر رو نمیشناسیم. کره خودمی، بیش از مادر نباشم برات کمترم نیستم. سعید فرستادتتون. نه کی؟ ماستشو بخوره. مگه سعید ارباب منه؟ به خاطرش اومدم ولی نه به فرمونش. خیلی خوبه بگین، بفرمایید. ببین من از عاشقی و سوز و آه و این چیزا سر در نمیارم. اگه به من بگی فخری سارا و سعید میتونن زن و شوهر بشن، من میگم اصلا و ابدا این دوتا به هم گره نمیخورن. حالا چرا و چطورشو ولش کن. ولی ماجرا اینه که من فخری نیستم الان، مامان سعیدم. بچه‌م داره برات هلاک میشه، اومدم پادر میونی. عمه با پادر میونی میشه ازدواج کرد؟ دوران ما میشد، کار مزخرف بودا ولی میشد. حالا این عمه بدبختت اومده بهت بگه میشه با یه بله نذاری این پسر از هم بپاشه یا نه؟ من و سعید عمه جون به درد هم نمیخوریم. سعید یه زنی رو میخواد که رفت و روب کنه، پخت و پز کنه. شما هم کسر شهرته. ای بابا. خیلی خوب، من جوابمو گرفتم. میرم آب پاکی رو بریزم رو دستش. تو هم بگردی یه مرد مناسب برای خودت پیدا کن. انگاری همین اطرافه. بوش میاد. بوش بچینه. عمه چرا اینجوری میکنی؟ چرا انقدر ناراحت میشی زود؟ بمونین یه چایی میخوریم، حرف میزنیم. دیگه الان که اصلا حاضر نیستم اون صورت بیریخت تو ببینم، چون تو نقش مادر شوهرم. صفحه 5. من ستون 2 چاپ کردم. ببخشید. بدین بچه ها بخورن کامشون شیرین شه. چشم. مزاحم شدم. چشم. خیلی هم سنتی تو. رام نمیدی تو؟ آخه الان وقت اومدن من با این ریختم. ای بابا چی کار کنم؟ گفتم تا عمه خانوم رأیتو نزده بیام سریع رسمیش کنم از دستم نری. آمین پرم. دست در نکنم. بفرمایید. بله حتما حتما صد درصد. اول شاید قشنگی اینجا باری کردم. سریع خانوم. صد درصد. سریع خانومه. بده من آویزون کنم. نه میذارم همینجا. تو میتونی یه سیگار بکشیم؟ کلا وقت نشناسی. نه الان وقت سیگاره. خدا وکیل. چیزای خوبی اینجاست. ببین اینا یه میلیمتر جا به جاشه میفهمه. من نمیخورمشون که. این مطالب بابا چاپشه عزیزاللهی ترتیبش داده است. همه این مطالب سوخته است. سوخته نیست استاد. واقعیت هیچ وقت نمیسوزه. خیلی مخلصیم استاد.
من میرم قهوه بیارم. شما خوب هستین؟ آره. هیچ وقت به این خوبی نبودم. بفرمایید. خدا رو شکر. خیلی متشکرم. وصیتش دیروز داشتم به سارا خانم گفتم باتون صحبت کنه اگه موافقید این سلسله مقالاتتون رو بدید روزنامه ما چاپ بشه. آخه روزنامه شما که اهل این حرفا نیست. چرا نیست؟ شما قابل نمیدونی. قولش دادم به آقای نیکپور. روزنامه تابان؟ این که اصلا خواننده نداره، فروشی نداره. ما تو این وانفسا 45,000 نسخه تیراژ داریم. بیشتر دیده میشه مطلبتون. به فکر دیده شدن نیستم. دلم میخواد مطلبم تو یه جای تمیز چاپ بشه. دست شما در نکنه، ما کثیفیم. نه چاو. تو پرونده ی عزیز اللهی همین آقای مصطفی که سرمایه گذار روزنامه‌تون اسمش هست. بعید میدونم که دوست داشته باشه مطالب من تو روزنامه حرف روز چاپ بشه. مصطفی؟ اصلا نمیفهمم. خب یه چند روز روزنامه تابان رو بخری بخونی ربطش رو میفهمی. من اگه به خودم بود راضی نبودم سارا یه دقیقه تو اون روزنامه رانتخار اهل زده بند کار کنه. چه کنم که دست من نیست؟ وگرنه شما اینجا ننشسته بودی. خب سارا گفت میخوای با من حرف بزنی. بله در جریان هستید. من و سارا تصمیم داریم که ازدواج کنیم، البته با اجازه ایشون. سارا خودش صاحب اختیاره. صغیر که نیست، مجنونم که نیست، دور از جونش، کورم که نیست. اگه دیده و سنجیده و پسندیده من که حرفی ندارم. بله این خب نظر لطف شماست، بزرگواری و روشنفکریتون رو میرسونه، ولی چجوری بگم، سارا یه مقداری نگرانتونه. تا حالا خودش هم چیزی به من نگفته. نگران چی هستی سارا؟ نگرانتونم بابا جون، دلم نمیاد تنهاتون بذارم. عجب، میترسید لولو بخورتم؟ مگه همی الانش چقدر پیش همیم؟ همین آتا ها رو بیشتر میبینی تا من. البته درستش هم همینه. آدم اگه سنی باید برسی خودش. من هم که سر حالم، سر پام، میتونم کارامو خودم انجام بدم. اگه از کارم افتادم میتونی منو بندازی کنج خونه سالمندان. اینجا رو هم بکوبی برای خود یه چند طبقهی بسازی بره بالا. اگه مردم هم که مردم. آقای ابراهیمی اصلا بحث این موارد نیست. ما زیاد نمیخوایم ایران بمونیم، داریم میریم امریکا. یه بورس تحصیلی برای من جور شده، میخوایم با سارا بریم. سارا؟ من اینا رو نباید از خودت میشنیدم. آخه اصلا هنوز قضیه جدی نیست، نه به داره نه به باره. میخوایم شما پریشون. من از شما سوال نکردم. بابا 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 جان اصلا در حد یه ایده است، هنوز خبری نیست. میخواستی شب پروازت بهم خبر بدی؟ دارین گیر میدین بابا، واقعا دارین گیر میدین. من که هنوز اینجا منو جایی نرفتم که. حالا برفرضم ما تصمیم بگیریم بریم، شما که دل مشغولی تازه دارین. فکر میکردم نقل پول یا نقل عشق که تو روزنامه زرد کار میکنی. نمیدونستم کلن افکارت هم زرد شده. میشه لطفاً توضیح بدین معنی این رفتارتون چی بود؟ اتفاقا منم خواهم همین رو از تو بپرسم. دسته پیشو میگیرین پس نیافتین از من بپرسین؟ منو پیش پسر سنگ رو یخ کردین. تو که با این پسره دو دوزه باز قرار مدارتو گذاشتی، چه باکت یک من چه رفتاری دارم؟ حواست هست چی میگی؟ بحث گفتنه، منم گفتنی زیاد دارم. بفرمایید گفتنیاتونو بریزین رو دایره. از کنایاتتون مستفیض شدیم در کنار آقای داماد. ببین سارا، من امیرعلی ابراهیمی ام.
زندم چون میتونم بنویسم، چون میتونم عاشق بشم، چون میتونم داد بزنم که میزنم. هیچ کسم نمیتونه جلودار من بشه که چه کار دارم میکنم. به هیچ کسم قرار نیست حساب کتاب پس بدم. روشن شد؟ پس من که بابا سلام. علیک سلام. چه کردی استاد؟ به به. گفتم حضوران خدمت برسم بلکه حق مطلب ادا بشه. امیدوارم اولین نفر باشم که دارم به تبریک میگم. سیاه چشمی به کار عشق استاد به من درس محبت یاد میداد. میگم شما قصد نداری به من این نهار بدی؟ همون جای قبلی؟ نه بابا، توریست بازی بسته دیگه. دلم برای دستپخت خودت تنگ شده. آخه نیمرو که دیگه این حرفا رو نداره. یعنی تو هیچی یاد نگرفتی تو این 100 سال تنهایی؟ یعنی من 100 سالمه؟ حالا 99 خورده ای. هیچی؟ هیچی. قبول. پس خودم برداشت بزی میکنم. الو. الو. سلام جانم. آقای ابراهیمی خودتون هستین؟ خودم هستم. شنیدم دختر شما هم دستی به قلم داره. شما؟ حالا خوب گوش کن مرد حسابی، این دفعه فقط معشوقت مینو گنجی نیست، آقای دخترت هم میکشم وسط. جمع کنیم قاعده رو. داری با دم شیر بازی میکنی. خوب مزه‌ش هم یه بار چشید. نکنی یه چیزی شده شما به ما نمیگی؟ یا هراسون پا شدین اومدین اینجا؟ نه بابا، چی شده مثلا؟ آخه شما این ور، سارا از اون ور. گفتم شاید یه گیروگوری پیش اومده، نمیگین دیگه. یه دردم و دو دردم، دست بریده و چش دردم. خودت کم بودی، حال دخترتم اضافه شد. پس بگو، از حب علی نبود که برادر به دیدن خواهر اومده، از بغض معاویه است. حالا میگفتی این سعید بیچاره میرفت دنبالش، خدای نکرده یه بلا ملای سرش نمی آوردن. نه بابا حاج خانم، چرا انقدر شلوغش میکنی؟ اگه شلوغ نیست پس واسه چیه میردم پنجره مثل مرغ پرکنده بال بال میزنی؟ کیه یعنی؟ بله باز شد. نمی ساراز؟ بله دایی. میگه بریم پایین. دایی اومد. اگه امشب از دست شما انفکتوس نکنم خدای بزرگ و شکر میکنم. سلام بابا. سلام. اینجا چه کار میکنی؟ طوری شده؟ بریم بالا برای تعریف کنم. بابا من بالا نمیام، من حوصله سعیدو ندارم دیگه. سارا جان امشب صلاح نیست بریم خونه. عکس و مطالبمون تو کل دنیا پخش شده. خب یعنی الان ما داریم تو پستو قایم شیم؟ تلفن تهدیدآمیز داشتم، اسم تو رو هم بردن. چی میگفت یارو؟ یارو کیه؟ همین تلفن تهدیدآمیز. چشمم روشن بود. فارگوش وایسادی؟ این کارا چی میکنی؟ بده به من. بده به من. مادرت.
ای بدبخت، عشق کورت کرده. من کورم. من اصلا مهم نیستم، اسم تو وسطه، اسم مینو وسطه. خب الان شما فرار کنین ما نجات پیدا میکنی؟ بابا جان دارین چی کار میکنین با آبروتون؟ پس فردا میگن ابراهیمی ترسید، ابراهیمی فرار کرد، ابراهیمی منصرف شد، نتونست. بابا شما خسته این، منم خستم. برو از عمه خدافظی کن، بیم بریم خونه میشینیم ما هم دیگه یه املت میخوریم، میشینیم سر فرصت صحبت میکنیم. تو اصلا چرا وارد بازی این پسر سردبیرت میشی؟ چرا میذاری اسمت رو خودی خرج کنن؟ کدوم بازی بابا؟ الان خبر ما بیشتر دنیا رو ترکونده یا مقاله شما؟ اصلا مقاله من مزخرف، ولی این پسر عطایی شارلاتانه سارا. چرا؟ اینو به من ثابت کنین چرا شارلاتانه؟ دروغ نوشته، مگه کتکم نزدن بابا جان؟ عین شما تو این سال سرمون اینو کپ بکنیم تو برف خوبه؟ ببین دیگه خیلی داری تون میری. تو این مدت مدارا کردم و نجابت به خرج دادم. آره مزه سیلی نجابتتون رو چشیدم. بابا جون شما که دیگه دارین سر و سامون میگیرین، ونوس مهروتون برگشته، دوباره دست به قلم شدین، همه چی خوبه. مثل اینجا فقط من اضافم، نه من میرم شما با شازده خانومتون راحت باشین. بس چه دیگه تمومش کن. چه خبره چونه؟ اگه میخواین هم دیگه رو تیکه پاره کنین، یا برین تو یا برین خونتون. 72 ملت پوز سواد و دانایی شما رو میدن. آخ مثل عشقی افتادین به جون هم. جمع کنین دیگه، بس قباحت داره به خدا. جمع میکنیم من جمع میکنم، میرم گورم و گم میکنم از زندگی شما خواهم داداشته تو. سلامت. این خوب شده یا گرد دماغ شده؟ شما 2 دقیقه دخالت نمیکردی نمیشد. آها حالا من شدم اون چوب عصایه، این سر طلا، اون سر طلا. الو امیرعلی سلام، تورجم. ببین سارا پیش بچه هاست، نگران نباد، صبح بیارمش مغازه. خدافظ. ابراهیمی بهت گفتم پاتو از بازی بزرگا بکش بیرون، گوش نکردی؟ داری خوراک میدی به تلویزیونی اون بر، نشر عکاسی، اقدام علیه نظام، خدا به دادت برسه، دیگه کارت تمومه. بذار اونجا خودم میام. گفت توضیح نده. میام. باشه خداحافظ. سلام. اصلا باشی. قربان تو. سلام. سلام بابا. یه جوری هم. حالا من قال میذاری؟ بحث قال گذاشتن نیست بابا. دلخور بودم ازت، هنوزم هست، اگر نما زمی خانواده هم تورج نمیشد. بابا خودتون رو نگاه کردین چقدر عوض شدین،
هرچی من میگم، هر جا که میرم، با هر کی مراوده میکنم از نظر شما غلط. دارم اعتماد به نفسم رو کلن از دست میدم. حالا بیبریم خونه یه املت مزخرف برای درست کنم با هم بخوریم بشیم حرف بزنیم. من که اینو دیشب گفتم. ممنونم تورش. برو یه غذای خوشمزه پدر تو خونه بند کن برای درست کنم. املت چیه؟ حرفایی هم که به من زدی به خودش بگو. سلام برسیم. خدا برسیم. مرمزیم. به سلامت. درو قفل نکردین بابا؟ من درو بسته بودم مطمئنم. درست اومده. کی اینجاست؟ پلیس که واسه چهار دیدی که کار از اونم نمیشه بیاد اینجا. اونی که برده میدونسته تو چیه. اگه ارزشی یه همچی ریسکی داشته تا الان عمر نابود کرده. نابود شدم. بابا خوبی؟ زنگ بزنم دکتر بیاد. فقط بزنی کم دراز بکشه. بابا جون بیاییم بریم تو. حالتونو میبینم نگران میشم. حق بدیم به این همه نیکبول گفت مدارا که بده برد اسکن کنم. یه نسخش نگردار برای روز مبادا. سیل حریق سرقت یا از بین میره. اعتماد نکردم. خریت پشت خریت. مدارک مهم نیست بابا جان. اتفاقا الان که به اینجا رسیده اصلا نباید وابدی. یادتونه به من گفتین سر پرونده قیاسی تا ته خط برو سارا. تو این چند ساعت داشتم خودم رو مرور میکردم. به این نتیجه رسیدم توی زندگی حرف مفت زیاد زدم. یکیش همین که به تو گفتم. ته خط چی؟ آدم باید زندگی کنه. باید بتونه از زندگیش لذت ببره. من بلد نیستم. به تو هم یاد ندادم. الهی قربونتون برم. چرا انقدر به خودتون گیر میدین؟ پاشین بریم تو یه چای بخوریم. یه فکر اساسی کنیم. با هم حرف میزنیم. ببینیم باید چی کار کنیم. فکر اساسی کردم. مرد که بیانی چیز کجاست؟ کجا آقا؟ این تاهای بیشرف کو؟ چون حرف رفتاره؟ کدوم کوریه؟ بابا چی کار داری میکنی؟ بابا چی میگی؟ کار خود بیشرفت. چی کار منه؟ بابا چی میگی؟ این کثافت رز مداره که منو دزدید. بیچارت میکنم، فلات میکنم. چی میگی انه تو با کرگه شعر رو ور میبافی به هم؟ تاها درست آخه احترام موی سفیدشو تو رو نگر داشتم هیچی بهش نمیگم. چی میخوای بگی؟ چی داری بگی؟ تا دیدی اسم مصطفی تو اون مدارک است خواستی منو خون خرابم بکنی؟ ولی ویرانت میکنم، نابودت میکنم. باید نزد اینجا. میفهمین دارین چی میگی؟ من میفهمم چی میگم سارا. تو این که نمیفهمی. این به خاطر نجات شریکش مدارک منو دزدید، آبروی منو برد، ولی من آبرو تو میبرم. بابا به چه دردش میخوره؟ اینجا داری از تو طرفداری میکنی؟ واسه چهار تا کاغذ بی ارزش چرا داری خودتو به در دیوار میزنی؟ کجای دنیایی؟ تو که صبح تا شب نشسته بودی کنج خونه داشتی صندلی لهستانی درست می‌کردی. تحویل بگیر. فکر کرده آخه شیش دنگ وزارت نفت دستش بوده. تاها درست صبح تا شب هزار تا اتفاق دیگه میفته. از کدومش خبر داری؟
فکر کردی همه این خودت از قار زدن بیرون؟ اگه مدرکی داری که دزدی اون آتشخالا کار من بوده، برو ثابت کن، وگرنه به والله ازت شکایت میکنم. پدرتم در میاد. ثابت میکنم. من اگه حریف تو نشم پس هیچی درستی درستی میرون برای برون کن بیچارم میکنم، نابودت میکنم. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بد کردی بابا، بد کردیم به من، بد کردیم به خودتون، بد کردیم بابا. یعنی من خلف شدم؟ غیر از اون کار کی میتونه باشه؟ اون کارم، اون زندگیم دیگه هیچی نذاشته واسه من بمونه، هیچی نمونده واسم. خیالتون راحت شد؟ حالا میبینی که کار خودش بوده. چرا میبینم بابا؟ چرا میبینم؟ نمیخوام دیگه ببینم. خسته شدم انقدر من این چیزا رو دیدم. از همه چی حالم به هم میخوره. حالم به هم میخوره، میفهمی؟ بستم انقدر دیدم. دیگه هیچی نمیخوام ببینم. سارا کجاست؟ سارا؟ شما یادتونه قدیم با سارا تو این خونه بازی میکردیم؟ و بچه‌هایی که بهش نگاه میکردن حسودیم میشد. یا چی شد دی؟ چی شد که الان سارا آرش میشه با من حرف بزنه؟ من بهت میگم. کردیش تو قرنطینه اونطور که میخوایی بار بیاد. از اول دبیرستان کاری کردی که با من غریب بشه. چرا؟ مگه نگفتی جای پدرتم؟ این بود پدریت؟ کشوندیش تو کار روزنامه و سیاست و این گوکاری ها، انداختی تو هچری که خودت یه عمر داری توش دست پا میزنی. این آشغالا رو داری جون شغل کردی تو مخش. این کسافت رو شغل کردی تو سره. ای مثلا ایران، اون کتاب رو هم زدن ایران. ایران چیه دایی؟ دیگه برام مهم نیست چی میگی. دیگه هیچی برام مهم نیست. من کارم تموم شده، چه با خودم، چه با شما، چه با سارا. دایی جون، دایی من که عالم نیست، ولی شما چهار تا کاغذ بار از دست دادی. من کل زندگی با که گوش نکردی، نصیحت ما رو هم که نشنیده گرفتی، مفسد اقتصادی چاپ میکنی؟ بنده خدا کی حرفای یه نویسنده سوخته قدیمی رو باور میکنه؟ حالا خواهی دید. ببین مرتی که من از تهدیدهای تو نمیترسم. امیرعلی به کی داری فوش میدی؟ تورجم بابا معذرت میخوام. چیت تو؟ آروم باش. مزاحم داشتم. ببین سارا خونه ما پیش خانوممه، زنگ زدم نگران نباشی، مردا میبینمه. مشتی کاری داشتی زنگ بزن، رو دعواسی نکن. قربانه، خداحافظ. خداحافظ.
من باید از دیگرون بشنوم دوست بهت زده؟ خودت نمیدونستی خبرم کنیم یا نمی؟ یه عمر ازت بی خبر موندم، بس هم نیست واقعا. خب بابا خبرم کن لعنتی، وقت مرگ، وقت خطر، وقت دیوونگی، وقت چرا وقت تو کل شرقی واقعا؟ گوشه بردار کارت دارم، ببین میخوام یه خبر خوب بهت بدم. الو، چرا گوشی بر نمیداری؟ به نام قلم، قلمی که سلاح او بود، صاحب این خانه کاغذی که زلزله‌ای بر وجودشان انداخت و اسلحه بر قلمش کشیدند. این نوشته شاید به قلم من باشد، اما وجدان بیدار نسلی است که مبارزه را تا انتها بلد بود و قلم فروش. حالا من وارث ستون این خانه کاغذیم تا بنویسم و بنویسم که حقیقت تاریخ قضا ندارد. می نویسم به خاطر او که همه کسم بود و این واگوی حقیقت خواسته قلبیش. به نام او، به نام قلم.